سلام دوستان، خب تو این جلسه میخواییم دوتا تابع معروف سام ایف و سام ایفز رو با هم کار بکنیم. این دوتا تابع خیلی تابع ساده‌ای و در این حال بسیار کاربردی هستن. ما وقتی از سام ایف و یا سام ایفز استفاده میکنیم که میخواییم مجموع یک رنجی رو بر اساس یک سری شرط محاسبه کنیم و این شرط های ما تو ستون های دیگه ای وجود دارن. یعنی بر فرض مثال الان فروش ها رو نها کنین، این مبالغ رو من میخوام جمع کنم به شرط این که نام مشتری اونها مثلا A باشه یا B باشه. پس میخوام مجموع فروش برای هر کدوم از این مشتری ها رو به دست بیارم. اینجا من یه شرط دارم، یعنی یه ستون هستش که روش شرط رو دارم انجام میدم و اینجا کافیه که میتونم از تابع سام ایف استفاده بکنم. پس تحت مواردی که من یه شرط دارم میتونم از سام ایف استفاده کنم، ولی اگر بیشتر از یک شرط داشته باشم باید از سام ایفز استفاده بکنم. پس در واقع سام ایف یک تابع کوچیک شده سام ایفز هستش و خب در واقع اگر بخوام سرعتمون بیشتر باشه از سام ایف استفاده میکنیم، ولی میتونیم وقتی که یه شرط هم دارین از سام ایفز استفاده بکنیم. خب اینجا سام ایف رو کافیه بذارین، آرگومنتاش رو باز کنیم. میگه اول رنج تو بده. این رنج رنجی هستش که من میخوام رو شرط رو برقرار بکنم. ناکنیم با سام رنج که آرگومنت آخره متفاوته. سام رنج جایی هستش که من میخوام رو اون دامنه جمع ببندم. پس من چون میخوام روی اینجا شرط رو ببندم، کافیه که رنجم رو انتخاب بکنم و بعد بیام معیاری که میخوام رو شرط رو اعمال کنم، یعنی فیلتر کنم، رو انتخاب بکنم. پس میاد توی این رنج اونایی که برابر هستش با مقدار F4 که A هست رو جدا میکنه و بر اساس این رنجی که انتخاب میکنم جمع رو انجام میده. پس میاد اول اینجا توی این رنج من میبینه کدوم یکی از اینا با شرط F4 برابر هست، مثلا این یکی، میگیرتش. دوباره میاد این یکی رو نگاه میکنه، اینا رو نمیگیره دیگه چون B هستن، ولی این یکی چون دوباره A هست میگیرتش و میاد به قبلی اضافه میکنه. پس بر اساس این رنج میاد فیلتر میکنه انگار، بعد جمع میبنده روی این یکی رنج دومه من. میتونین اوکی کنین که مجموع رو به ما نشون میده. بذارین من اینم مقدارش رو نامبر بکنم با جدا کننده که میگه اینقدر دارین فروش کنین. فقط یه نکته رو توجه کنین، الان اینجا من C2 تا C23 رو انتخاب کردم و D2 تا D23 رو انتخاب کردم. اگه اینو بیارم پایین رنج من هم داره تغییر میکنه، میشه C3 تا C24 دیگه، D2 تا C2 تا C23 نیستش و F5 من هم اومده پایین. من یا باید این رنجمو مطلق کنم از طریق دلار بذارم اینجا همه اینا رو مطلق کنم که رنج من تغییر نکنه بعد بیارم پایین، یا اینکه به جای این کار میتونم کلا ستون C رو انتخاب بکنم چون هر کدوم که برابر با A هست رو جمع میبنده دیگه مثلا این خالی ها هم هیچ تأثیری ندارن، هیچ چیز دیگه ای تاثیرگذار نیستش، بخاطر این فقط اون مقداری که برابر با A هست رو داره انتخاب میکنه و بعد این کار رو انجام میده و بعد بیارم پایین که مقدار مجموع رو واسه هر مشتری برای من نمایش بده. خب این سام ایف بودش. من گفتم که سام ایفز هم دارم. برای اینکه سام ایفز در واقع استفاده بکنین مواردی هستش که من چند تا شرط دارم. مثلا اینجا من میخوام مجموع فروشم رو تو هر سال و ماه به دست بیارم. ببینید اگر من سام ایف ببندم روی ماه 10397 با ماه 10398 و متفاوت باشه. اگر من سام ایف استفاده کنم و رو ماه 10 ببندم، اون وقت مجموع فروش تو ماه 10 برای سال 1397 و 1398 رو با هم میگیره. پس من اگر بخوام مجموع فروش توی یک ماه و سال رو داشته باشم، باید هم سال رو در نظر بگیرم هم ماه رو. بیاین آرگومنتاشو باز کنیم. این متفاوت با سام ایف، آرگومنت اول هست که سام رنج من هست، یعنی اون مقداری که میخوام جمع به اون ستونی که میخوام روش جمع رو اعمال بکنم، ستون دیر رو انتخاب میکنم. بعد میاد میگه کرایتریا رنجت رو به من بگو، کرایتریا رنج 1 رو به من بگو. میبینید تا 255 رنج شرطی میتونم باسش ببندم. میام میگم خب رنجی که من میخوام شرط اولم رو ببندم سال هستش و میخوام مقادیر رو جمع بکنه که مقدار سال اونها، یعنی مقداری که تو ستون A هست، با این مقدار برابر باشه. و رنج دوم من که میخوام شرط رو روش اعمال بکنم ماه هستش و میخوام بگم که اون مقادیری که ماهش هم برابر با ماه مثلا
J4 هستش رو در نظر بگیر. پس میاد اینجا روی ستون D جمع میبنده به شرطی که ستون A من برابر با I4 که 1397 هستش باشه و ستون B من برابر با J4 که برابر با ماه 10 هست رو جمع میبنده باشه و اینجا مقدار مجموع تو هر ماه رو نشون میده. ولی من اینجا میخواستم مقدار مجموع برای هر ماه به ازای هر مشتری رو انتخاب بکنم، پس باید یکی دیگه بهش اضافه بکنم. اینو بیام پایین تر، کرایتریا رنج من بعدیش 30 هستش که برای مشتری در واقع برابر با مشتری ایوم باشه که اینجا جمع رو حالا اعمال میکنه و میگه مجموع مقادیری که تو ستون دی هست به شرطی که ستون ای برابر با این باشه و ستون B برابر با 10 باشه و ستون C برابر با A باشه اینقدر هستش. حالا من میخوام این رو واسه بقیه اعمال بکنم و هم مطلقها رو مواظب باشیم، هم میخوام بیام پایین هم میخوام برم چپ. اگه بیام پایین مقادیر I4 و J4 باید تغییر بکنن، اما این کاسه نباید تغییر بکنه چون به ازای این ستون همه اینا A هستن، پس این مقدارش توی سطر باید مطلق باشه. بعد میخوام بکشم اینور واسه بی و سی هم اعمال بشه دیگه. ستون دی من نباید تغییر کنه، ستون ای من نباید تغییر کنه، ستون بی من هم نباید تغییر کنه، چون بکشم اینور دی تبدیل میشه به ستون بعدیش، پس نباید تغییر بکنه، پس اینا رو باید مطلق کنم حتما. در این حال این آی من نباید تغییر کنه، سطری باید بشه مثلا آی 5 آی 6 آی 7 ولی آی نباید بشه کا، پس روی آی باید من مطلق کنم. روی جی هم به همین صورت باید مطلق کنم، ولی روی مقدار عددیش دیگه نباید مطلق کنم چون سطری میخوام تغییر کنم. این ستون سی رو هم باید اینجا مطلق بکنم و کا هم که گفتم باید تغییر بکنه، فقط سطری لازم دارم تغییر نکنم ولی ستونی لازم دارم. کا بعدی بشه ال، بعدی بشه ام، وقتی میاد پایین اینجا کا میمونه ولی بعدیش میشه ال، بعدیش میشه ام. خب اینتر میکنم، بعد میام اینو میکشم اینور، مقادیر جمع رو به من میده. ناکنیم واسه سی تو ماه 10397 صفره، به خاطر اینکه الان ناکنیم هیچی فروش نداشتم واسه سی، اما تو سال 1398 فروش داشتم. خب این رو که آوردم اینور، حالا میارم پایین و اینجا میتونم مقادیر فروش به ازای هر مشتری تو هر ماه رو تو سالهای مختلف ببینم و داشته باشم. خب این تابعه سام ایف و سام ایف هستش که خیلی کاربرد داره و خیلی جاها استفاده میکنیم ازش. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.